فصل هفتم سریال طنز پایتخت که تو هر فصل یه ماجرا و داستان متفاوت تو زندگی خانواده معمولی و اطرافیانش رو به نمایش میده، قراره تو نوروز 404 از شبکه یک سیما پخش بشه. پایتخت یه مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوریه که تو 6 فصل از شبکه یک پخش شده. به گزارش اخبار، مشکلات ساخت سری هفتم سریال پایتخت رفع شده و توافقات شفاهی صورت گرفته. قرارداد رسمی ساخت پایتخت 7 منعقد میشه. قبل از این سریال پایتخت تو 6 فصل بین سالهای 1390 تا 1399 بر روی آنتن صدا سیما رفت و تونست محبوبیت زیادی رو بین مخاطبا برای خودش دست و پا کنه. حالا بعد از گذشت 3 سال از پخش آخرین فصل این سریال، برخی خبری از توافق درباره فصل هفتم این سریال دادن که البته من امیدوار بودم که از پلتفرم خانگی پخش بشه، اما متاسفانه از صدا سیما پخش میشه. سلام دوستان، خوش اومدید به فینولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم، پس اگه به این محتوا علاقه دارین یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید، یادتون نره لایک کنید، یادتون نره نوتیف رو هم بزنید تا چنل و ویدیوهای جدیدمون رو که به روی سریع اخبار سینما ایران و جهانه از دست ندید. قصه سریال پایتخت 6 با فوت بابا پنجلی و اهدای اعضای بدن اون آغاز میشه. بهبود فریبا بعد از سالها به ایران برمیگرده، اما ماجراهایی براش پیش میاد که فهیمه از شوهرش دلسرد میشه. بهبود تو این فصل به بیماری سندرم دست بیقرار مبتلا بود. بهتاش که تو فصل 5 بیکار و آسپاس بود، حالا دروازه‌بان باشگاه فوتبال نساجی مازندران شده و به بازیکن فوتبال پیترچک علاقه داره و نقی معمولی هم سیاسی شده و راننده و محافظ شخصی نماینده مجلسه. هما همسر نقی هم گوینده اخبار شده بود. ارسطو هم با یه فرد به اسم کاووس ناخواسته، خیلی ناخواسته ها، وارد فروش مواد مخدر میشه و از ماشین نقلی که راننده نماینده مجلسه برای جابجایی مواد استفاده میکنه، در واقع با ماشین نماینده مجلس با لیموزین دیلری میکنه. فصل اول پایتخت تو نوروز 1390 از شبکه یک سیما پخش شده. تو نوروز سال 1399 فصل دوم این مجموعه پایتخت پخش شد. پایتخت 3 تو نوروز 1393 و پایتخت 4 تو رمضان 1394 و پایتخت 5 تو نوروز سال 1397 و پایتخت 6 تو نوروز سال 1399 پخش شد. پخش قسمت‌های پایانی پایتخت 6 به دلیل همه‌گیری کووید 19 تو ایران به تعویق افتاد و تو روزهای پایانی اسفند 99 پخش شد. این سریال بارها طبق معمول تو شبکه‌های مختلف صدا سیما پخش شده، علاوه بر شبکه یک خودمون. حواشی فصل 5 و 6 پایتخت. مهمترین حاشیه‌ای که تو خصوص فصل 5 و 6 سریال پایتخت وجود داشت، سانسور گسترده دیالوگ و سکانس‌های سریال بود، به طوری که اعتراض عوامل از جمله محسن تنابنده، احمد مهرانفر و آرش عباسی رو به همراه داشت و همین دلیلی که میگفتم انتظار داشتم توی پلتفرم‌های خانگی پخش بشه. بنا به گفته‌های محسن تنابنده، نویسنده و بازیگر این سریال، نسخه سانسور شده تو زمان پخش دوباره سانسور شده بود و بخشایی از اون حذف شده بود. اون در این باره نوشت: بین پایتخت ما و پایتختی که می‌بینید تفاوت از زمین تا آسمونه. حتی نسخه سانسور شده رو هم سانسور میکنه. اما جنجالی ترین حاشیه این سریال مربوط به سکانس آخر و صحنه موتور سواری رحمت و نامزد اون بود که سریال قدیمی همسفر با بهروز وسوق رو برای مخاطبا یادآوری میکرد و همین سکانس باعث شد تا عوامل سریال از سمت صدا سیما تذکر دریافت کنن و توبیخ بشن. چرا پایتخت 7 ساخته نشد؟ با حواشی به وجود اومده برای فصل هفتم این سریال، روابط عوامل سازنده از جمله کارگردان و نویسنده با مسئولای صدا و سیما تیر و تار شدش. به علاوه سری مشکلات درونی عوامل باعث شد که پایتخت 7 ساختش دچار مشکل بشه. در حال ساخت این سریال استاپ خورد و محسن تنابنده با انتشار یه پست تو شبکه‌های اجتماعی از مهیا نشدن شرایط و عدم توانایی خودش برای ساخت سریال خبر داد. طبق تصمیماتی گرفته شده، نسخه سینمایی مجموعه برای پخش تو نوروز 1403 تولید میشه. این سریال اکثرا تو شیرگاه فیلم برداری شده. تهران، ساری و قائمشهر هم از نقاط دیگه این سریال توی اون هستن.
همچنین یه قسمت از فصل پنجم تو آدانا ترکیه فیلم برداری شده. همچنین قسمت‌های سوریه تو فصل پنجم تو شهرک دفاع مقدس فیلم برداری شده بود. مقدم با اشاره به علت نامگذاری این مجموعه به اسم پایتخت و نحوه دنبال کردن داستانش گفته به این دلیل که خانواده ما از یه شهر دیگری وارد تهران پایتخت ایران می‌شدن و دچار یه سری معضلات می‌شدن، پایتخت اسم این سریال شده و این اسم هم روی اون موند. حتی تو سری 4 که ممکنه قصهش به تهران هم کشیده نشه، ولی به هر حال مردم این مجموعه رو به اسم پایتخت شناختن. محسن تنابنده طراح و سرپرست نویسنده های مجموعه پایتخت بوده و فیلمنامه هر پس از این مجموعه رو با همکاری یک یا چند تا نویسنده نوشته. خیلی ممنون که تا این ویدیو همراه ما بودید. اخبار این سریال هم دنبال میکنیم. منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید. لایک و سابسکرایبتون نره. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما برامون کامنت بذارید، نظراتتون رو بهمون بگید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار.